رضا مقصدی شاعر گرانمایه مقیم آلمان بر بالای شعری با عنوان پیشانی بلند تو را طنز بوسه داد می نویسد ایرج پزشکزاد چهره پرداز شکوهمند طنز فاخر ادبیات داستانی ماست. او به غیر از نوشته های ارجمند بسیار چه با نام خود و چه با نام الف پ آشنا با کتاب دایی جان ناپولئون جایی ماندگار و سزاوار در جان داستان دوستان روزگار یافته است. این کتاب تا کنون به 8 زبان برگردانده شده است. چندی پیش 22 شماره دفتر هنر ویژه ایرج پزشکزاد در آمریکا منتشر شد. 22 سال است دفتر هنر با پشتکاری ستودنی به سردبیری هنرمند ارجمند بیژن اسدی پور انتشار می‌یابد. این شعر را به نام او نوشتم که برگرفته از این ویژه‌نامه است. باری نام سربلند ایرج پزشکزاد در ذهن و زبان و حافظه تاریخی ما با شایستگی بسیار ماندگار خواهد ماند. پیشانی بلند تو را طنز بوسه داد. از دور دست خاطره باغ با منی آنجا که آسمان طربناک خاک ما زیبایی شناور مهتاب و آب را بر چهره جوانه ما نقش میزند چون روشنای عاطفه باغ با منی مهتاب مهربان درخشان جان ما در روزگار رویش زیبای ارغوان لبخند عشق بود. دریا سرود آبی ما را به سینه داشت. صحرا سلام سبز درختان صبح را از واژه های سرخوش جان تو می شنید. هرگاه آه در نفس ماه می خلید مهر تو بود. تو از هر طرف به سینه مهتاب می چکید. از دور دست خاطره باغ با تو هم وقتی که شب به شاخه شمشاد ما نشست دیدیم با خطابه تاریک و سوگوار زیبایی زمانه ما را سیاه کرد. وین رنج ماندگار آن لحظه های صبح درخشان شاد را همرنگ آه کرد. ما شاعران به تعزیت باغ ارغوان گفتیم آن چرا که سرانجام دهر بود. اما در این میان آن رنج خنده ای که سرشت تو را نوشت ما را به روزگار سزاوار مژده داد. مهتاب و آب و آینه دیدند با ما به سرفرازی یک عشق پایدار پیشانی بلند تو را طنز بوسه داد.